عرض سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون سپید استقلال آزادی. هفته قبل در خدمت آقای بنی‌صدر در زمینه نقش مدرنیته یا در به اصطلاح در واقع کج‌فهمی مدرنیته، معنای مدرنیته در خانواده های ایرانی و اینکه از دلایل منجر به افزایش طلاق در ایران شده صحبت کردیم و در این بخش آقای بنی‌صدر در خدمتتون هستیم این هفته که بخش دوم بررسی دلایل رشدیابی طلاق، رشدیافتن طلاق از نقطه نظر افزایش انواع و اقسام فقرها، فقر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی به عنوان یکی از علل مهم افزایش طلاق، این که طلاق در ایران شده رتبه 24 جهانی شده در ایران، به گفتگو بنشینیم. سلام به شما شنوندگان و بینندگان گرامی. عرض کنم به شما حدود 40 عامل از عوامل جدایی در جامعه های بشری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی است. جامعه شناسی تا زمانی نمیدونست که این بُعدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی چهار وجه یک واقعیت هم جدا از هم نیستن. از زمانی نه فهمید و انتقاد کرد اون درک قبلی رو. الان تو کشور ما فکر میکنن که مثلا بُعد سیاسی ربطی به بُعد اقتصادی ندارد، بُعد این دوتا ربطی به بُعد اجتماعی ندارن، اون ستا هم ربطی به بُعد فرهنگی ندارن. هنوز تو ذهنها ننشسته که واقعیت یکیه با چهار تا بُعد. از چهار طرف میشه رو دید. از یه طرف نگاه کنی بُعد سیاسی گویاتر بهتر توضیح میده اون واقعیت رو. از یه طرف دیگه نگاه کنی بُعد اقتصادی بهتر توضیح میده. از یه طرف دیگه نگاه کنی بُعد فرهنگی بهتر توضیح میده. از یه طرف چهارم نگاه کنی بُعد اجتماعی بهتر توضیح میده. ولی واقعیت یکی. مثلا خانواده تأثیرات متقابل هم بر هم دارن. معلوم. وقتی که واقعیت یکیست معناش این است که اینا با هم سرا عمل و کنش و با کنش دارن یا همکاری هم چیزی دارن. حالا شما یه خانواده در نظر بگیرید که این ازدواج کرده با تصور این که به دلیل سیاسی، غافل بوده که این بچه اجتماعی هم داره، بچه فرهنگی هم داره، بچه اقتصادی هم داره. عرض کنیم غافل بوده. نتیجه این است که این در واقعیت که میاد دیگه زندگی دیگه و شروع که شد اینا میبینه که نه، این مسئله زندگی بچه مالی هم هست، اقتصادی هم هست، بچه اجتماعی هم هست، زندگی است دیگه، خانواده است، خانواده های دو طرف هم محیط اجتماعی این هاست، نقشش در جامعه هست، حج فرهنگی هم داره که اینا سازگاری فکری با هم دارن ندارن، منش های فرهنگیشون با هم میخوره نمیخوره. حالا اگر اینا ناسازگار دید که ناسازگار متوجه میشه باید که یه طرفه دیده، یه بود دیده و زندگیش گرفتار مشکل شده، میگه آقا این شروع میکنه به تقصیر تراشی. ولی در تقصیر در واقع برمیگرده به اون دید اولیه که دو طرف که با هم ازدواج کردن توجه نداشتن که واقعیت چهار بُعد داره. خب و بیشتر در قشرهای میانی ازدواج ها اقتصادی هستن، به بُعد اقتصادی بیشتر توجه میشه، نتیجه اون بُعدهای دیگه چون ازش قفلت میشه اونا ضعف این ازدواج رو وجود میبرن و به معنی که اختلال در پیش آمد کار به طلاق میکشه، چون با تنها خور و خواب خوب نمیشه باید زندگی کرد. وقتی اون بُعدهای دیگه ناسازگار مثلا میگه من که برای تو همه چی آماده کردم، هی میگردم لباس برات نخریدم، تو خانواده ها میگن دیگه خانه برات نخریدم، کلفت نداری، نوکر نداری، خانواده هایی فرض کنیم مرفه، ماشین، اتومبیل نداری، همه اینا چه دردته؟
میگم این قبلت نداره که آقا دردش این است که به اون جنبه های دیگر واقعیت اجتماعی شما قبلت نکردید. اونجا در اونجا فقر هست و چون اساسا بر رشد نیست و سازندگی و اینکه بر مثلا توانایی های خود تکیه کنن که اون ضعف ها رو به قدرت تبدیل کنن به طلاق حالا بیایم ببینیم فقرهای اقتصادی برای اینکه ما وقت کم داریم ناچار فقط باید شمارش کنیم بعضی ها تو این چیزهایی که در حال طلاق آمده. خب یکی بیکاری نداشتن درآمد این جز عوامل طلاقه. نداشتن خانه، عدم درآمد کافی برای پرداخت کرایه خانه و دیگر مخارج هم از عوامل ازدواج نکردن است هم از عوامل طلاقه. بی‌ثباتی در کار، خب یا تو کار داری؟ بله. خب چی کارت؟ میگه فر مثلا روزمزدم. میگه روزمزد شد کار؟ ای کار بیکار شدی تکلیف دختر من چه میشود؟ عرض کنم که نیازهای جدید که زندگی شهری خصوصا اونم با این وسائل ارتباط جمعی جدید ایجاد میکنه، خود طرف نداره این امکانات رو تامین میکنه، اون این از اسباب ناسازگاری است و بعد هم طلاق یا حتی از پیش طرف میخواد چون اینا رو میخواد داشته باشه، نیازها داشته باشه، تن به ازدواج آسان نمیدهد. بله، کافی نبودن درآمد برای بالا رفتن در سلسله مراتب اجتماعی، طرف میخواد که به قول خودش ترقی بکنه و این اسباب میخواد. حالا در بازار مرسومه که طرف باید یک حجره لوکسی به اصطلاح اتومبیل آخرین سیستمی، اینا جزو میگن جزو لوازم تجارته، این خانه این چیزی داشته باشه، اینا نداشته باشه باید بره دنبال یک جز فقره کارش نمیگیره. در سیاست هم باید یک موقعیت هایی داشته باشه، در قلمرو فرنگی هم مثلا تصدیق دکترای چیزی لیسانس یا حداقل فلان اینا لازمه. موقعیت رو میگم تو از کدوم خانواده ای؟ موقعیت اجتماعی اینا اگر کم و کسر باشه فقره در این جامعه های طبقاتی که ما میبینیم. عدم موقعیت شغلی و درآمد برای اینکه به حساب آمدن و این که بتوانه در بنیادهای جامعه مدنی شرکت کنه. آدم های بیچیز رو تو بنیادهایی که مثلا بنیاد خیریه تشکیل میدن یا چیزهای به اصطلاح انواع بنیادهای در جامعه ها به وجود میان، خود اینا بیچیزها رو به اونها راه نمیدن. خب طرف میبینه که زواج بکنه که جاراش نمیدن، میگه من دیوانم باید تو زن تو بشم یا من دیوانم تو رو بگیرم، خودتر کجا ببرم؟ یا خانم مثلا از زاغنشینه تو جامعه نمیتونم تو عرضه کنم، خلاصه کلام عکسش هم اونطور. عدم موقعیتش اینه که گفتیم هفت تغییر موقعیتی یکی از دو خانواده مثلا ورشکسته بشه خانواده طرف همه طلاق میگه که دیگه تو حالا ورشکسته میگم داماد من ورشکسته وسیله میشه برای اینکه بگه که دوار بکاره. عرض کنم که ترک خانه که این فراوانه جز در کشورهای آمریکای لاتین و شرق و آسیا این خیلی زیاده، نه در غرب نباشه، در غرب هم هست خانه رو ول میکنه میره. در ایران و ملان رواج بده که اینجا این آمار رو از در شما آوردید که من برای اینکه هموطنان ما بشنون بسیار گویاست. میگه دو سوم کار در جهان رو زنها انجام میدن، نیمی از مواد غذایی تولید میشود در جهان رو بازم زنها انجام میدن، برای 10% از درآمد در جهان رو این زنها دارن. خب این ستم بزرگه، خب این فقر بزرگ ایجاد میکنه.
مجله گیت سایت آلمان نوشته از قول رئیس بخش امور اجتماعی سازمان ملل. من نه رها کردن هدف به آرمان مشترک به خاطر سختی زندگی. میگه خواه تو که روز اول آمدی میخواد طلا بگیری و روز اول نمیدونستی. اون روز اول این آرمان های ما داشتیم، خیالاتی داشتیم، میخواستیم این چیز رو. آقا فقر بیچاره مون کرده، نمیتونیم دیگه زندگی کنیم. نم زیاد شده. حالا فقر ناشی از خودمحوری ده؟ یعنی که آقای شوهر اون چه درآمد میکنه خرج خودش میکنه، حاضر نیست به زن و بچه‌ش هم سهمی از اون درآمد بدهد. محروم شدن از کار به خاطر طرز فکر که در همه جامعه ها هست، در جامعه ایرانی بیشتر به خاطر طرز فکر سیاسی، حالا مذهبی هم اضافه شده در این رژیم، نوع مذهب البته باب تبعین رژیم. از دست دوازده، از دست رفتن موقعیت یک منطقه تحتیل، مثلا تو غرب خیلی زیاده، مثلا در یه منطقه دیگه اون رونق اقتصادی از دست میره، مثلا صنعت میخوابه، اونایی که تو کار میکردن بیکار میشوند و طرف میگه که من باید برم جای دیگه برای کار. اینا طبیعتا اسباب فقریست که سبب طلاق رو میتوانه بشه. نداشتن پسنداز و داری بالا آوردن قرض، این در جامعه ما خیلی رواج داره، در جامعه های دیگه چون قسطی زندگی میکنن به این شدت نیست که در جامعه ما هست. 15 توزیع نابرابر درآمدها که چشمه هایی که به وجود میاره، در مثلا در اثر توزیع نابرابر درآمدها میبینه اون که دیروز هم ردیف خودش میدونست حالا شده یه خانواده پولدار، میگه تو بی عرضه ای، اون شوهر بیچاره تو بی عرضه ای، تو نالایقی، تو چنینی، تو چنانی، ببین اونی که حتی زیر دست تو همون بیون حالا کجاست. این 15 تا فقر اقتصادی. اما فقرهای فرهنگی عرض کنم که یکی مهمترینش خالی شدن این عقل آدمی از حقوق و پر شدنش از قدرته. مثلا شوهر قدرت زور مداره، اون میخواه همه چیز با زور حل کنه، این فقر فکری داره، نمیتونه تدبیر بکنه. نتیجه استبداد ایرانی خانواده است. توانایی دوست داشتن هم دست میده، چون مرتب زور میگه دیگه، آدم نمیتونه هم زور بگه هم دوست بداره. بسیاری فکر میکنن میگن که آقا تو چرا با زنت هم بدرفتاری میکنی؟ میگه والا او خودش میدونه که من چقدر دوستش دارم. آقا تو دروغ میگی؟ نمیدونه این حتی دروغ داره میگه. دوست داشتن با زور گفتن زده اینن با هم جمع نمیشوند. بدان وقتی شما زور میگویی طرف رو تحقیر میکنی. کسی که طرف خودش رو تحقیر میکنه نمیتونه او رو دوست بداره. غالبا پدر مادرها وقتی بچهشون رو تنبیه میکنن و در اون لحظه که داره تنبیه میکنه یادش میده که این بچه‌شه. اون دوست مهر همون اون لحظه ها. بعد البته به یادش میاره و پشیمان میشه و مثلا مهر به یادش میاد، اون مال بعده. ولی اون لحظه ها بخوام بگم که این دوتا با هم زدن یه جا جمع نمیشه. واکنش یکدیگر شدن به جای توحید و در عمل اندیشه و عمل، که مثلا یه کاری میکنه اون طرف هم میگه که چشمت کور، من بدتر شو با تو میکنم. عرض کنم که تقابل به جای همکاری یا تککاری، به جای همکاری که زن کار خود چه میکنه مرد کار خود چه میکنه، کمتر حاضرن با هم از فقر فرهنگی سبب میشه اینو نیاموختن با هم زندگی کردن، با هم کار کردن. یعنی اصلا این ساختن رو یه امر جمعی نمیدونه روش رو یه امرم اینه که زود از هم سیر میشن و زندگی یک نواخ میشه. برای همینه، برای این فقر ناتوانی از همکاریست. یه نوع سانسوری هم بر هم حاکم میشه. حالا خانواده که به معنای جا افتادن که قبلا گفتم در بحث در مدرنیته، وقتی این خانواده تو جامعه های سنتی، یعنی اینکه پسر و دختر جا بیفتن، هوایی نباشن، این برون بر نرن، جا بیفتن تو جامعه،
زن و مرد هم به سن نیست که میشن مرد یا زن شمرده میشوند، به ازدواج است که زن و مرد شمرده میشوند. منزلت میگن آقا مرد است، آقا زن، خانم زن است. این منزلت رو از ازدواج به دست میارن. این حالی که این در جامعه که داره تحول میکنه این فقره. برای خانواده برای اینه که جوش کنه جلو بره. مدام خانم قبل از که بفرمایید چون بسیار مهم این امر. ببینید در این خانواده ایرانی که رسم یعنی مال امسال و دو سال و ده سال پیش نیست، متاهی شدت میگیره. هرچی جامعه ایران فقیرتر میشه از نظر اقتصادی، مسئله جهیزیه یا مهر فرق نمی کنه، اون یه تضمین اقتصادی محسوب میشه برای دختر. اونم مثلا جبران اون است که خانواده زن باید این جهیزیه رو، یعنی دوتا زن و شوهر که ازدواج کنن وارد یک زندگی میشن، حالا بسته به موقعیت اقتصادی خانواده تمام وسایل نو حاصل کار اون زن و مردی که با هم قصد زوج شدن رو دارن نیست، یعنی نمیدونن اصلا شروع نمیکنن زندگی رو خود بسازن، خانواده تهیه میکنه، اون پسرم حالا یا با پشتوانه خانواده خودش یه مهر سنگینی تعیین میکنه برای تضمین آینده به صلاح اون خانم. این از ابتدا از این دختر و پسر جوان این حس سازندگی رو و تکیه بر خود و اون خودانگیختگی گرفته میشه. این به نظر من از تنها از ترس خانواده ها از فقر اقتصادی هم نمیاد. یک نوع عدم تمرین خود خانواده در اینکه فرزندان خود رو انسان خود مسئول و خود انگیخته محسوب بکنن هم هست. تا 30-40 سالگی پدر و مادر پشتیبان این بچه هاشون هستن، حالا ازدواج هم نکرده باشن. یعنی خود خانواده فضا به تمرین رشد و خود انگیخته بگه فرزندان اونا هست، ولی عمده اصل اینه که تو جامعه های غربی هم هست. یعنی میخوام بگم اون فقر فرهنگ اقتصادیه تبدیل به فقر فرهنگی هم میشه در میشه واقع. بله خب اونا با هم ربط داره، ولی مهم اینه که توجه بکنین در جامعه های غربی یه مدتی خانواده ازدواج رو از خود بیگانگی میدونستن، خصوص این گرایش های چپ. چرا؟ برای این میگفته خود تو از تحرک میفتی میشه یه انستیتیسیون نهاد بنیاد و این بنیاد میشه در تو جامعه جا میفتی دیگه، تکن نگه دیگه نمی کنی. ازدواج برای اینکه جوان از حرکت بیاندازه، این نقششه. با این واقعیت من که این هم میکرمی که شما داری میگی نقش ازدواج در جامعه ها نظام های اجتماعی این بوده، هنوزم هست که این خانواده جوان از تحرک بیفته، جذب بشه در اون نظام، پیش واقعی اون نظام بشه، عنصری از اون عناصر اون نظام بشه و این نظام حفظ کنه. حالی که این فقره خصوصا وقتی یک جامعه با جوانه و جوان سازنده آینده است و آرمان میخواد و باید این بدون آرمان جوان وجود نداره، خانواده وجود نداره، تحقق آرمان کار و تلاش میخواد، روش میخواد، یعنی که جامعه این چی باید که بیرون بره از اون نظام. خلاصه کلام خب این همینجا گیره، به معنی که شما بخواهی که این همجا خانواده بشه اون دوتا خانواده میگم بره تردت میکنه، خود جامعه مشکل ها برای شما ایجاد میکنه که دوباره برگردی با همون ساختار. این مسئله است. میگه حالا اگر جامعه خانواده هایی بتونن به این سختی ها مقاومت کنند و خانواده الگو رو بسازن، جامعه ها شروع میکنن به تحول در ساختار اجتماعی. واقعا در ابتدای انقلاب که این حس خودانگیختگی بود، تعداد این نوع خانواده هایی که از هیچ شروع میکردن خود میساختن بسیار زیاد بود. بله. پس این هم یکی. حالا بر یه رشته اعتیاد چیزا هست که در فرهنگ یا روی شما مثلا قلم روی فرهنگی جاش دادیم، مثل اعتیاد که البته خب به لحاظ این عباد با هم رفت داره، اعتیاد مسئله اجتماعی هم هست، اقتصادی هم هست، سیاسی هم هست، ولی حالا اینجا اعتیاد رو داریم، ولی یه طرز فکریه رو بیان میکنه که اون طرف فعل‌پذیری رو و تخریب خویشتن رو روش میکنه در زندگیش.
از دست رفتن احترام نسبت به یکدیگر که جز عوامل طلاقه، وصله یکدیگر نبودن که تو ایران باز فراوان به هم میرن، خصوصا از لحاظ فرهنگی، حرف گفتن و یکدیگر نداشتن، این بیشتر بر خانواده های مدرن جدیده که میگم ما دیگه ما حد دیدیم حرفی برای گفتن با هم نداریم. تقلید که از فقره و این انسان خلق نشده برای تقلید کردن، خلق شده برای خلق کردن. و وقتی شما جامعه میشید که در دین باید تقلید کنید، در فرهنگ باید از سلطه‌گر غربی تقلید کنید، در تشکیل خانواده باید تقلید کنید، در هر چیزی باید تقلید کنید، نتیجه میشود چی؟ نتیجه میشود زندگی که این سامان نداره و خشونت غیر قابل تحمل. حالا شما بر اینا اضافه کنید ولایت مداری که این در جامعه های ما این ولایت فقیه از آسمان نیامده، از اینجا آمده که در اون بنیادهای جامعه ما که از جمله خان بنیاد خانواده اصل بر ولایت کیست؟ مرد شوهره. حالا گاهی مرد زن زلیل میشه، ولایت منتقل میشه به زن. حالا در یه مواقعی هم که میگن منتقل شده به فرزند، شده فرزند سالاری. خب عرض کنم به شما، حالا فرقای سیاسی باید خیلی عجله کنیم برای که رسیدیم به آخر وقت. یکی همین تنظیم خانواده است به ترتیب رئیس و مرعوسی. رئیس پدر عموما و مرعوس همسره. عرض کنم که فقرهایی که سبب میشه که طلاق به وجود بیاد، یکی نایکسان شدن گرایش های سیاسی. طرف میره بیاد مثلا میره تو رژیم، اون طرف میگه من دیگه با تو نمیتونم زندگی. بس تغییر جهت سیاسی یکی از دو خانواده، به قول اون وکیل دکتر مصدق تواهدی که اون ناخست وزیر بود و من هم در خدمت بودم، همین اتومبیل های عمرای ارتش تو مرتب جلو خونه من نمیدن، همجه که کودتا شد من ترد شدم، ترد گوه آقا من هم ترد کردن. اختلاف نظر سیاسی یکی از دو همسر با نظر یا موقعیت سیاسی خانوادگی همسر دیگر، گرفتار زندان و پیامدهای آن شدن که متاسفانه تو رژیم کنونی خیلی عامل خیلی مهمی شده، از دست دادن موقعیت در سلسله مراتب قدرت، که مثلا وزیر بوده حالا رفته زندان یا اصلا بیکار شده، ارتقا در سلسله مراتب قدرت و نیاز به همسر همشهر. میگه تو تا دیروز من این کارمند ساده بودم، خب تو هم همسر من بودی، حالا من شدم وزیر، تو رخه تو دیگه همشهر من نیستی، من باید همسر جدید متناسب با شؤون جدید خودم. اینم از فقر هم فرهنگی هم سیاسی هم اجتماعی هم فرهنگی آدمیان است. ارزش اول شدن قدرت در چهار بود و ضرورت انتباق دائمی با قدرت. این طرف شب و روز باید مراقب باشه که به قول خودش کلاه سیاسیش مرد ندارم. نتیجه این انتباق مداوم فقر ایجاد میکنه در رابطه با زناشویی. هر روز نمیشه این زندگی رو منطبق کرد، یه روز شد مکتبی، یه روز هم شد ضد مکتبی، و این دو خانواده منعکس میشود. حالا فقر اجتماعی یک ناسازگاری سنتی با مدرن که تو جامعه های جدید رواج پیدا کرده از عوامل طلاق، خارج شدن از جایگاه طبقاتیش، مثلا طرف در خانواده دهقانی بوده حالا آمده در خانواده شهری شهرنشین شده. از کنم سه منزلت اجتماعی که گفتم نه به سن بود و نه به ازدواج بود، حالا داره اون رو عدس میده به لحاظ فقر اقتصادی، فقر سیاسی، فقر فرهنگی. دیگه اون جامعه اون حساسیت نداره، به آدم مجرد هم میگه آقا، خانم مجرد هم میشه گفت خانم.
ازدواج زودرس که این طرف میگه من آخه 17 سالم بوده من رو دادن شوهر من نمیدونستم چیه که حالا نمیخوام از کنم ناسازگاری شغل با موقعیت و اعتبار اجتماعی یک نواختی زندگی و عدم ارتقا در سلسله مراتب اجتماعی تحرک اجتماعی چون جامعه های سابق پدر فرزندم هم شغل پدر رو پیدا میکرد همینجور تا بیا نسل بعد حالا نه تحرک خیلی زیاد شده اون طرف خانواده فرض کنید دهقان بوده الان پسر مثلا کارمند دولت پزشکه نمیدونم پلانه سابق و زندگی سنتی مخفی نمیکردن زندگی ازن نمیشدن مخفی کرد رابطه ها معین بود مشخص بود حالا نه اینقدر گره گشاده که زن و شوهر با هم زندگی مخفی پیدا کردن از یک دیگه و این یه فقری شده یک عاملی شده که هر وقت کشف بشود ممکنه قوقا به وجود حتی به طلاق بیانجامه خود رو نمودن اون چی که واقعیتی که نیست حالا آسان شده در جامعه سنتی جامعه بسته بود دیگه رابطه هم عیم بود اشخاص شناسایی میشدن حالا شما میتونید در جنوب شهر زندگی کنید در شمال شهر خودتو مثلا بگه من رئیس فلان حقوق این همین کلاهبرداری هایی که میکنه همین کارا انجام میدن عرض کنم به شما تقلید و چشم همچشمی در بعد اجتماعیش فردگرایی زندگی شهری و گریز از مسئولیت سابق جوان این که نتونه خانواده تشکیل بده این آری بود ننگی به حساب می آمده حالا نه حالا مثلا هماغوشی با مسئولیت همراه بود حالا نیست در برم همین سالیان سال سلمه شد دیدن بعد متوجه شدن عوض کردن حالا به اون چیز میرسیم در بحث بعدی میرسیم تعدد زوجات که طرف رفته با یکی دیگه ازدواج کرده 12 ناسازگاری با روابط شخصی قدرت چون ازدواج ها در چیزها خانواده ها برای اینکه اون شبکه بندی روابط شخصی قدرت به وجود بیاد تو قرد کردن شده ولی حالا رفته ما میشتمیم 60 خانواده فلان بعد از تمام دنیا ثروت دارن میبینیم که نه تو قربم این خانواده روابط شخصی قدرت اهمیت خودش داره حالا اگر این از دست داد طرف مثلا خانوادهش مثل خانواده برمکی بود و همه میرفتن با او ازدواج میکردن برای که برن بالا یه دفعه اون خانواده رو آقای خلیفه دستور داد کن فیکون کنی نابود کنی و همه میگریزن دیگه از اون خانواده اون هم که ازدواج کردن درجه میدن طلاقه این عمومی حالا من این مورد اون بالا رو آوردم که در کشور خود ما هم همین داره طرف مثلا مقامات بالی داشته ناگهان بعد چون گرفتار میشه اعدام میشه و در نظام های استبدادی این خیلی زیاده خب اینها در مجموع شد حدود 40 عامل فقر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی فرهنگی که ازدواج ها رو ناقص میکنه آسیب پذیر میکنه و در معرض جدایی قرار میده زن و شوهر رو یکی از فرهنگی که برای شما بسیار به نظر من توجه بهش مهمه از عوامل طلاق رو که برای شما دید رقم بالایی بود عدم تحقق شروط هنگام ازدواج پیداست در واقع این لیستای به اصطلاح قانونیه که اول ازدواج میشه اونا رو پر کنی بگی من مثلا حق تحصیل میخوام حق این از که سفر رو بدون اجازه برم حق کار اینا در واقع حقوق زنه اکثرا زنان اون تضمین رو از همسرشون میخوان درسته حقوق ازدواج این حقوق جا نیفتاده به عنوان حقوق واقعی زن که بنابراین تازه اونم وقتی هم تعهد نامه میگیرن چون بهش عمل نمیشه جدا میشه این است که از مشکلات خانواده ما این خانواده در ایران این است که این حقوق زن به عنوان انسان هنوز به رسمیت شناخته نشده باره مرد هم به رسمیت شناخته نه ولی نه به شدت زن نه اصلا مسئله شدت به همین شدته برای که زندگی عمل به حقوق نیست نه بله یعنی در بحث مدرنیته توضیح دادیم انسان زندگیش
مجموعه ایست از حقوق، عمل نکنی به این حقوق زندگی ناقصه، مرد نظر نداره. مرد از موقع متفرق چون زور میگه حقوق رعایت میکنه، درسته؟ به داره به خودش هم رعایت میکنه، خودش بیشتر تخریب میکنه. اونی که زور میگوید از اون که زور میپذیرد بیشتر تخریب میشود. مرد نگونبخت نمیداند این واقعیت رو، دو بار تخریب میشود. یک بار خود رو تخریب میکنه تا بتوانه زور بگوید، یه بار با زور گفتن تخریب میکنه. توجه شما؟ حالا از اون زنم که تخریب زور میپذیره، اونی که نمیپذیره بر حق میمونه، اون سر جای خودش. یه بار زور میشنوه، اگر روی حق خودش وایسه تخریب بر درصد عقل میرسونه، اما اگر فعل پذیر باشه تخریب بپذیره، اونم دوبار زور میپذیره. پس اونی که در مدرنیته، بحث مدرنیته گفتیم، اگر این زندگی عمل به حقوق بشود، رابطه هم رابطه با حقوق بشه، این میشه خانواده الگو. اون میشه خانواده الگو. اون شرایط هم میشه، ما میگید متاسفانه حقوق ذاتی کمتر جازشه، بیشتر حقوق موضوع است، اون که ظاهر راحت میزنن زیرش. بله، بسیار ممنون. پس در گفتگوی آینده در مورد منهای جنسی که به طلاق منجر میشه.